نمیدونم اینجا یک کلاس بالا عرض کردم آیه قرائتی، ایشان میگفت در مکه مکرمه یک روز این ماشین هایی که سنگ شکن هستن که سنگ ها را میشکنن، این ماشین های سنگ شکن را میدیدم که محکم دارن سنگ ها را میشکنن و هی آپارتمان سازی میشه یا خانه سازی میشه در مکه مکرمه. وقتی من دیدم این سنگ ها محکم شکسته میشن و این ماشین ها خورش میکنن و با فریاد دارن این سنگ ها را میشکنن، گفت به دوستان گفتم این صدا صدای ابراهیم خلیله. ابراهیمی که رفت بالای اون مقام ابراهیم، انشالله اونی که رفتن میدونن، اونی که نرفتن انشالله خواهند رفت، رفت بالای اون سنگی بالای مقام ابراهیم، صدا زد هلم الى بیت العتیق، ای مردم بیایید به سمت خانه خدا. سالها از او جریان میگذره و نگاه بکنید فوج فوج مردم دارن میرن و این صدای سنگ شکنی که داره میشکنه و موجب بزرگ شدن و تجاری شدن و نمیدونم عبادی شدن و همه چی شدن شهر مکه میشه، انگار فریاد ابراهیم. قرآن فرمود فیه منافع للناس، ای مردم مکه برای شما منافع داره، حتی منافع اقتصادی داره. بیاید این گوی این میدان، باور کنید ما که ای میگیم ای بابا این پول را باید در یک زخم دیگر زندگی خود زد، بیاید این گوی این میدان برای مکه قرض بکن، مکه برو، وقتی برگشتی خواهی دید که نه تنها قرض تو ادا میشود که مازاد بر او خدا به عنایت چند چیز را خدا تضمین کرده. یکی از مواردی که تضمین کرده حج مخارجشه. خب بریم یک مقداری فلسفه های حج، خیلی ظرافت داره حج، خیلی. من دوست دارم امشب بجیم این که احکام حج صحبت بشه، که احکام حج بالاخره نزدیکی های حج باید کنفرانس ها تشکیل بشه پیرامون حج تا فراموش نشه. فلسفه حج مهمه. آقا اونی که واقعا تصمیم داره حج بره، چی اونی که اسم نوشته چی اونی که اسم ننوشته، مثل بنده هیچ کدام ما ناامید نیست. ما برای مکه یک سال در ظرف 3 روز تصمیم گرفتیم از ایران بریم، در 3 روز نه کاروان داشتیم نه هیچ، کارها درست شد و رفت. خدا بخواد راه بیاندازه به کاروان غیر کاروان فقط بستگی نداره. من این صحبتی که شب میکنم میخوام این دل پرواز بکنه به سمت مکه مکرمه. اونایی که میخوان برن از ماه رمضان به بعد دیگه تا لحظه مکه خود رو پاک نگه دارن. شما الان پاک شدی، طیب شدی، الان به چهره ها نگاه میکنم نور در چهره ها میبینم، زیبا شدید، بس که خدا را در این شب و روز عبادت کردید و ببیشه شبهای قدر پشت سر گذاشت. پس خواهشن این صحبت ها که میشه به خاطر که حفظ بشه این حرارت و شادابی تا زمانی که در اون موج خروشان عظمت الهی شنا بکنید. چه اونی که گوش کن چی میگم، چه اونی که میرید به حول قوه الهی مکه و چه اونی که نمیرید و میسوزید، گاهی سوختنش خیلی درجات بالاتری داره، خیلی خیلی. حالا خوبه که بعضی از این اسرار حج را تأمل بکنیم، دقت بکنیم. یکی از مطالبی که در رابطه با حج مطرح میشه اینه که چرا کعبه را کعبه مینامند، برای چی میگن مکه را میگن کعبه یا اون خانه خدا را میگن کعبه، علتش چیست، چرا کعبه مینامند. روایتیست از وجود نازنین امام صادق علیه السلام، این روایت غوغا میکنه، آی حاجی گوش کن دقت کن چقدر زیباست. روی عن صادق علیه السلام، از امام صادق علیه السلام، تصویر درسته؟ از امام صادق علیه السلام روایت شد انهو سؤله، سؤال شد لما سمیت الکعبه تو کعبه، برای چی کعبه را کعبه مینامه، آه علت ای که این خانه را کعبه می نامن چیه؟ قال لأنها مربعه، چون 4 ضلع دار، مربع 4 ضلع دار. خب فقیل له ولم صارت مربعه، یا ابن رسول الله چرا 4 ضلع داره؟
برای چی چهارزن دارد؟ قال لأنها بهذا البيت المعمور و هو مربع. ببینید به دست ما نگاه بکنید، امام صادق فرمود این خانه چهار زل دارد و همین دلیل این را مربع، چون از مکعب، مکعب شکل کعبه میدون. خب برای چی مکعب شکل؟ برای چی چهار زل دارد؟ اونایی که رفتید خانه خدا دقت کنید، به ذهنتون دوباره مجسم کنید، اونایی که نرفتید انشاءالله امسال برید، اونایی که امسال نمیرید بسوزید. واقعا که دارم میگم بسوزید، سوختن برای کعبه و برای کربلا برای دو چیز لذت داره، لذیذ. گاهی وقتا حتی از نرفتنش لذیذ داره. آقا خدای تبارک و تعالی مکه مکرمه را چهار زل قرار داده، چهار رکن قرار داده. دوستان در چند جا دعا مستجاب. یکی از جایی که دعا مستجاب زمانی است که اول بار چشمت به خانه خدا میفت. یادت باشه اونایی که دفعه اول خصوصا، یا حتی دفعه دوم و سوم، خصوصا اونایی که دفعه اوله، سعی بکنن قبل از اینکه وارد مسجد الحرام بشن چشمشان را ببندن. به بعضی از دوستا خواهش بکنن بگن آقا دست ما را بگیر، زمانی که از اون پله ها خواستیم بیایم پایین در مقابل مسجد الحرام قرار گرفتیم، به ما اطلاع بده چشم خود را باز بکنیم. غوغایی اون لحظه که تو چشمت را باز میکنی و در مقابل صورتت کعبه را میبینی، خصوصا اگر این عمل در شب رخ بده، اصلا یک نورانیت خاصی داره. خب روایات داریم در اون لحظه شما هرچی از خدا بخوایی طلب بکنی، در بعد از روایت سه تا حاجت را خدا از خدا تقاضا بکنی، خدا بهت میده. یک، دو، دو، هر رکنی که میری، ببینید شما وقتی که حرکت میکنی از اولین رکن طواف را آغاز میکنی، به هر رکن میرسی دیگه، این مکعبه دیگه، در هر چهار زل که میرسی، در هر چهار زل دعایت به اجابت میرسی. میدونی هر زل او دریست از درهای بهشت، فوق العاده است. شاید طواف زیباترین، بدین برست را بدین، طواف شد زیباترین حالات باشه. ببینید وقتی که شما حرکت میکنی مثلا از این زل و طواف را شروع میکنی و به هر زل میرسی، رسیدن به هر زل یعنی یک ناز در آوردن در برابر خدا، یک خواهش، یک تقاضا، یک دعا. پس یکی لحظه ای که میبینی چشمت به مکه میخوره، یکی لحظه ای که در هر زل میری اونجا حج و بالاخره دعا به اجابت میرسه، یکی هم زمانی که زیر ناودان طلا در هجر اسماعیل قرار میگیری. آقا امام صادق چرا کعبه را چهار زل قرار دادن؟ فرمودی مکعب دیگه. خب چرا مکعب، چرا چهار زل؟ اینجا عنایت کنید. فرمود که به خاطر این که لأنها بهذا البيت المعمور، چون کعبه در مقابل بیت المعموره. بناچار از فرمایشات استاد ما اطلاع جوادی استفاده بکنم، خیلی زیبا اطلاع جوادی فرمود. فرمود ببینید کعبه، بالای کعبه بیت المعموره. بیت المعمور کجاست؟ بیت المعمور جاییست که فرشتگان جایی را دارن که اونجا میچرخن و طواف میکنن. نزا آی جوادی میفرمون بعضی از حاجی ها فقط دور همین خانه میچرخن. همون شعر معروفی که میگه کعبه یک سنگ نشانیست که ره گم نکنی، حاجی احرام دگر بند ببین یار کجاست. اما اونی که قدم را بالاتر میگذاره، در هزاء کعبه همراه فرشتگان دور بیت المعمور میچرخن. پس چرا چهار زله؟ چون بیت المعمور چهار زله و هو مربع و اونم چهار زله. فقیل له و لمصار بیت المعمور مربع یا ابن رسول الله، چرا بیت المعمور چهار زله؟ قال لأنه بهذا العرش و هو مربع. فرمود بخاطر که بیت المعمور در برابر عرش خداست و عرش چهار زله. یعنی مهم اینه، یه هر زبر گوش کن، وقتی که رفتی اونجا کنار خانه خدا قرار گرفتی، اونجا خرجش کن. آقا حاجی
وقتی دور خانه طواف کردی پرواز کن، از این دور خانه فاصله بگیر، برو بالا دور بیت المعمور همراه با فرشتگان پرواز کن. اما حاجی، یک وقتی ببینی هنرت خیلی رفت بالاتر، حتی از فرشته ها رفتی، من ز ملک برترم و از ملک افزونترم، زین دو چرا نگذرم؟ مسکن من کبریاست. یک وقتی از این رفتی بالا دور خود عرش طواف کردی، دور عرش طواف کردی، خب فقیل ولم صار العرش مربعا، چرا عرش چهار ضلع داره؟ قال ان الكلمات التي بني عليه الاسلام اربع، چون کلماتی که اسلام بر اونها بنا شده چهار کلمه است. چیه؟ تسبیحات اربع، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. ای حاجی قبل از حج نمازت را درست کن، ای حاجی حج با تمام حجش به نمازت رو نگاه میکنه، ای حاجی و ای حاجی خانم. ما گاهی وقتا یکی از ناراحتی های ما در مکه مکرمه و دغدغه های خودم در مکه این بود که ما را محکم میگرفتن که آجا سب کن همه هم دو سوره رو ما ببینیم درست میخوانیم یا نه. وای بر ما، وای بر ما، وای بر ما که ما کار ما به جای رسیده که فقط خیال میکنیم هم دو سوره رو به خاطر اونم که خانم بر ما حرام نشه در طواف النساء اونجا باید رعایت بکنیم. یعنی در این همه سال توجه به هم سوره خود نداشتیم. تو رو خدا در این سه ماهی که پیش رو داری و هنوز عذرخواهی میکنم سه ماه نه کمتر دو ماه پیش رو داری، در این دو ماه باقی مانده بنشین اعمالت رو خصوصا نماز و قرائتت رو دقت کن. خب نیت حج و زیارت خانه خدا، آقا کسی که نیت میکنه، کسی که تصمیم حج و زیارت بیت الله الحرام رو دارد باید بداند که حج خانه او کاری والا مرتبه است، پس باید خوشنودی و تقرب خدا را لحاظ بکنه. ببینید در هر کاری ما نیت میکنیم، درسته؟ نیت میکنیم، حج هم نیت لازم داره. نیت حج چیه؟ ببخشید اینجوری میگم، حاجی های مهمانان پروردگار، آی کسایی که میخواین برین حج، اگر نیت شما برای خدا نباشد، برای این که خدای در ذهن دیگه، انسان در ذهن خیلی چیزا خودتون رو میکنه، برای این که خدای نکرده برگردی بهش حاجی بگه، برای این که بگن به به طرف گاهی افتخار میکنه و دفعه نمیدانم بیست و چندم است و مهی برم بالا تا درجات تعداد اندازه حج ما زیاد بشه، اینا وای بر ما، وای بر ما. ولی یک نکته را عذرخواهی میکنم، یک نکته را بگم، حالا شاید در این رابطه بگید نه حسینی ما الحمدلله اهل این نکات نیستیم، الحمدلله نیستیم، اما در یک چی خواهی خیلی ها میلنزم ها میلنگیم، اون چیه؟ اون زمانی است که تو حج را برای دلت بری، اینم حج واقعی نیست، حج را برای دلت بری، خوشت میاد این سفر، خوصاً نه که دفعای چندان میخواندند عشقشونه برن این سفر رو، بازم نشد. حج کاملاً توحیده و کاملاً وحدانیت، ازا فقط برای خدا باید بری، یک نقطه. نقطه دیگه قبل از سفر به حج باید حق مردم را حتماً ادا بکن، حق الناس به گردن ما نباشه. ببینید رسم شده، دیدید دقت کردید رسم شده، هر کی که حج میره قبلش تلفن رو برمیداره زنگ میزنه، به کجاها که زنگ نمیزنه، آقا ما عازم هستیم، عذرخواهم، حلالیت میخوام به طلبه. اینا گاهی از حالت حقیقی با حالت رسمی و عادتی بدل شده، نه با حالت رسمی و عادتی بدلش نکنیم، واقعا حج باید از همه حلالیت طلبی، واقعا قبل از حج نباید حق الناس به گردن ما باشه. پس این نکته خیلی نکته مهمه، گویا چرا دوستان برای چی شما در حج حلالیت می طلبید؟ علتش چیه؟ چرا در حج حلالیت می طلبید؟ بله؟ کسی می تونه بگه؟ برای چی برای رسیدن به حج و قبل از تشرف به حج حلالیت می طلبیم؟ برای
علت چیه؟ بذار خودم بگم. ببینید علتش اینه، به خاطر این که حج سفر آخرت است. گویا تو از دنیا میروی، گویا رحلت میکنی. به همون دلیل وقتی برمیگردی انگار از مادر متولد شدی. حج یک نوع مرگ است و یک نوع حیات. حج دل کندن از دنیا است، حج سفر به سوی خداست. چرا تو لباسای احرام سفید به تن میکنی؟ چون کفنت کاملا کفنه، کاملا کفن. شما نگاه بکن، خصوصا احرام مردها کاملا کفن. تو کفن بر تن میکنی. پس حج یک نوعی رفتن به عالم آخرت است و ملاقات با خداست. به همین دلیل تو باید حلالیت به طلبی، چون داری میری به او دنیا و واقعا هم او دنیاست. خب اما یکی از زیباترین، دوستان این را خیلی دقت کنید، یکی از زیباترین مراسم حج تلبیه و احرام. خیلی دقت کنید، شماهایی که مدینه اول هستید و از احتمالاً مسجد شجره دیگه بله محرم میشید، اون لحظه لحظه عجیبی، خصوصا خوش به حال شما که اول مدینه منوره میرید. قبل از او خود را شستشو در قبرستان بقیع و حرم پیغمبر صلی الله علیه و اجمعین میدید. من به اعتقادم خصوصا کسانی که از کشور غیر اسلامی میرن حتما باید مدینه اول برن، چون واقعیتش حج کار به این سادگی نیست. حتما باید یک مدتی خود را طهارت بدید و مدینه منوره در او فاصله یک هفته نیم، من نمیدونم دو هفته است همین حدودا هست، در این فاصله حتما باید خود را شستشو بدید. آقا من یک نکته را بذار در حولوش مدینه، در رابطه با مدینه هم گفتن صحبت کنین، بحثا خیلی طول میکشه، نمیشه، ما باید مکه را فعلا حرف بزنیم. من فقط در رابطه با مدینه یک نکته میگم، یک نکته خدمت همه حاجی ها. حاجی ها خواهش میکنم زمانی که در مدینه هستید تقاضا میکنم دور بازار را خط بکشید. به خدا حیف شماست. باز حالا مدینه بعد میبودید، باز یک چیزی حالا میگفتید خب خیلی خوب حج را رفتیم. باور کنید اون قدر این فریضه زیبای الهی زیباست که تو در زمانی که در مدینه هستی اصلا حتی هتل ماندن را فراموش، کمتر در هتل بود. الان خیلی از دوستان هستن زمانی که مکه مکرمه و مدینه میرن اصلا هتل نیستن. یکی از دوستان خیلی انسان متدین، این از زمانی که پا به مکه میگذاره در همون مسجد الحرام هست، یک قوت لایموتی بر خود تهیه میکنه و مرتب همونجا هست. و وای بر ما که گاهی مواقع میریم و همش در اتاق هستیم و بازار و اتاق و بازار، و گاهی برای نماز شده سر به حرم میزنیم و حالات خاص و عجیب رو براحتی از دست میدیم. ببین چی دارم میگم، دقت کنید، دقت کنید. قبل از حج این مدینه یک شستشوی فوق‌العاده برای شما خواهد بود، بعد این احرام بستن خیلی عجیب. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. به خدا بدن می لرزه زمانی که این احرام را بر دوش می اندازی، تا با این کلمه لبیک شروع می کنی، مگر مرد باشه که بتواند اشک خود را بگیره؟ لبیک اللهم لبیک، این را میگی و زار زار گریه میکن. آقا از شبلی سوال کرد، شبلی رفتی مکه؟ بله ابن رسول الله رفتم. میقات رفتی؟ رفتم. چی کردی؟ لباسا را عوض کردم، اول رفتم دوش گرفتم. فرمود شبلی، شبلی دوش گرفتی، انشاءالله خدا قسمت کنه حتما توانستید غسل احرام را بکنید. زیاد به نق زدن ها یا جمید کش نکنید که اگه نق زدن که حجلا زود باش زود باش زود باش. اون
اون غسل احرام را در توجه بکن. ببین چقدر زیبا، چقدر زیبا فرمود شبلی غسل احرام کردی؟ عرض کرد بله کردم. گفت برای چی؟ گفت خب غسل کردم مستحب. گفت اصلا تو غسل نکردی، تو اصلا نفهمیدی یا ابن رسول الله چی کار باید میکردم. فرمود اون لحظه ای که رفتی برای میقات، او آب بر تو قرار گرفت و غسل میقات میخواستی بکنی، در اون لحظه بگو خدایا دارم خودم رو میشورم، پاکم کن. هر قطره آبی که بر فرق و بدن تو اصابت میکنه، تمام اونها نور الهی است و تو رو پاک و طیب میکنه. آقا گوش کن، یک نکته رو برات بگم، اونایی که مکه نرفتن بسوزن، اونایی که میرن بیتاب بشن. یک نکته، مکه آدابی داره، از مهمترین آداب مکه اینه، حرام از حاجی یک لحظه حس بکنه که نکنه خدا من را نبخشید. این از آداب اعمال، از آداب مناسک. حاجی حق نداره بگه شاید خدا من را نبخشید. اصلا حاجی در مکه خدا ببخش. این بارها در کنار خانه خدا با دوستان میگفتیم، خصوصا هجر اسماعیل زیر ناودان طلا. خیلی حرف عجیبیه. حاجی حس میکنه در آغوش خداست، حس میکنه در بغل خداست. مثلا وقتی که تو در زیر آب قرار گرفتی و غسل احرام کردی، با همه وجودت بگو دارم خود را شستشو میدم. بعد فرمود دیدی اون لحظه لباسا را میکنی، روایت امام سجاد ها، دیدی اون لحظه لباسا را میکنی؟ شبلی گفت بله یا ابن رسول الله. گفت چرا کندی لباسایت را و لباس احرام به تن پوشیدی؟ گفت چون واجبه. گفت نفهمیدی. فرمود نفهمیدی، فرمود به حقیقت حج نرسید. چرا یا ابن رسول الله؟ فرمود حاجی وقتی این لباس ها را میکنه، با هر کندن لباس دلبستگی خود را به دنیا خلاص میکنه. من میگم ای کاش اگر دیوانگی نباشه، اصلا حاجی همون لحظه لباسه خود رو پاره بکنه، اصلا دور بیاندازه، بگه خدایا میخوام محرم بشم. محرم یعنی چی؟ نمیگن محرم راز، محرم یعنی محرم. بعد فرمود چرا لباسه سفید بر تن میکن؟ لباسه یک رنگی، لباسه وحدانیت. خب حالات امام زین العابدین علیه السلام با یک حالت خاصی، چون وقتی به میقات رسید لباسای حج را پوشید، چهره حضرت زرد شد، تمام بدنش میلرزید، هی میخواست بگه لبیک اللهم لبیک، تا میخواست بگه لب. دیدن حضرت داره میلرزه، ابن رسول الله برای چی جوری شدی؟ فرمود میترسم از جانب خدا خطاب برسه لا لبیک ولا سعدیک. لا لبیک یعنی نخواستمت. امام زین العابدین با او عظمت میگه به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادن، که برون در چی کردی که درون خانه آمی؟ آی دوستانی که میخواین حج برین، تو رو خدا از همین لحظه دیگه مراقبت ها رو شروع بکنی. تو رو خدا حج رو یک حرکتی به سوی از آنچه هستید به آنچه باید باشید بدانید. و تو رو خدا گردن شما بسته باشه، اگر اینهایی که امشب در کنار شما نشستند و دارن در درون میسوزند رو اگر در کاروان دل خود همراه نکنید. نگاه به خانه کعبه یکی از زیباترین برنامه های حج. چرا موقعی که وارد حرم میشی چشمت به کعبه رسید، یک باره میگه بگو جانم، بگو هرچی میخوای بگی بگو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارک.
اول خانه ای که بنا نهاده شد مکه است. اول خانه مکه. اون خانه خدا میگن نه به دلیل که خدا خانه داره، خدا که جسم نیست، خانه خدا میگن به دلیلی که این عظمت آنقدر عظمت بالایی است که منتسب به خدا کردنش، مثل شهر خدا، ماه خدا، ماه رمضان، خون خدا، خون امام حسین. آی حاجی ها یادتان باشه، یادتان باشه از بالاترین اعمال در مکه نگاه به خانه است. فقط بنشین نگاه بکن به این خانه. یک چیز بگم برات، یک یادگار باشه از امشب، این یادگار رو اونجا بری خرجش بکنی و یاد حقیرم بکنی و یاد دوستایی هم که از این کاروان جا میمانند بکنی، یک صلوات بفرست. آقا هر وقت وارد خانه خدا شدی، چشمت به خانه خدا افتاد، به سه تا حاجت زیباترین حاجات را در نظر بگیر. خوب گوش کن، زیباترین حاجات را در نظر بگیر. اونجا که رفتی حاجات را از خدا طلب کن. گفت رفتیم با دوستان، هی در ذهن خود حاجات را در نظر میگرفتم، سه تا حاجت مهم. برم چشمم به این خانه افتاد، به محضی که چشمم به این خانه بیفته و حاجات را در نظر بگیرم، چشمای خود را بسته بودم، دوستان دست ما را گرفتن، آمدیم وارد بود مسجد شدیم، بعد از پله‌ها پایین آمدیم، یک بار به من گفتن چشمت را باز کن، رسیدیم. گفت میلرزیدم، اصلا نمیتونستم چشم خود را باز بکنم. من و دیدار خانه خدا، جایی که یک عمر به سوی او نماز خواندم، جایی که محل میلاد و ولادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، جایی که در او هجر اسماعیل چندین انبیاء خدا دفن، قسمت هجر اسماعیل که شما انشاءالله مشرف شدیم، مرقد چندین انبیاء الهی، جایی که هر رکن او یک دروازه بهشت، جایی او که حجر الاسود در اوست، جایی که پیغمبر از اونجا به معراج رفت، جایی که امیر المؤمنین بر شانه پیغمبر خدا بالا رفت و قدم بر بالای مکه گذاشت و اونهایی که به عنوان بت بودند را از بالای خانه انداخت. امیر المؤمنین به کمک جبرائیل امین قدم بر شانه های پیغمبر گذاشت و بالا رفت. گفت که داشتم میلرزیدم، خدایا این سه تا حاجت را هی در ذهن خود مرور کرده بودم، این سه تا حاجت را با اولین دیدار این خانه از خدا بخواهم. تا چشمم را باز کردم، چشمم به این خانه افتاد، دیدم هیچ حاجتی ندارم جز این که بگم اللهم عجل ولیک الفرج، خدایا امام زمانم رو بده. با خود گفتم یا ابن الحسن برو حاجت اولی من را که تو شکار کردی. ذهنم را هی چرخش دادم و گرداندم و گفتم سه تا حاجت دیگه، حاجت دومی دیدم، حاجت دومی من اینه، اللهم عجل ولیک الفرج. گفتم حالا دو تا را به آقا دادم، سومی را برای خودم، برای فرزندم، برای بچه ها، اینها در نظر گرفته بودم. آمدم بگم، دیدم نه، زبانم دوباره میره به سمت اللهم عجل ولیک الفرج، همه چیز من مهدیز. گفتم یا ابن الحسن عجب کاری کردی با من، سه تا حاجت اصلی من را گرفتی، بگذار در هر رکن برم فریاد میزنم حاجتم را. دیدم در هر رکن که رفتم بازم میگم اللهم عجل ولیک الفرج. گفت خیلی حالم منقلب شد، با خود گفتم که زیر ناودان طلا میره، ناودان طلا را بسته بودم تا زمانی که من مکه بودم، ناودان طلا بسته بود. گفتم خدا کنه باز بشه، امام زمان که همه حاجات من را گرفت، باز بشه برم ناودان طلا. بعد از چندین روز، روزهای آخر،
باران هم به شدت میباره. دیدید دیگه وقتی روایت باران بباره و از اون نابدان طلا آب بیایه و بری زیر اون آب قرار بگیری، غوغاییه به خدا. گفت نابدان طلا باز شد و من به جمعیت هل داد و ناخودآگاه رفتم زیر نابدان، دیگه نمیتونستم بیرون بشم، همونجا ماندم و باران میبارید. گفتم حالا دیگه وقت خواستن. دیدم بازم میگم اللهم عجل لولی یک الفرج، همه چیز امام ازم. یادت باشه چشمت به خانه خدا که افتاد، هر لحظه که به این خانه نگاه کردی پیوندت را به صاحب خانه یعنی امام زمان محکم کن. گفت رفتم خانه خدا، دست انداختم از پرده خانه بگیرم، دعا کردم خدایا خدایا فلان حاجت من را بده. دیدم یک نفر پشت سر من میگه آمی آمی. صورت را برگرداندم، گفتم تشکر و ممنون. بازم گفتم خدا فلان حاجت من را بده. دوباره دیدم او آقایی که پشت سر من به من میگه آمین آمین. بازم ازش تشکر کردم، سراسر وجودم عشق بود. باز دست انداختم از پرده خانه خدا گرفتم، گفتم خدای فلان حاجت من را بده. دیدم او بنده خدا بازم میگه که آمین، الهی آمین. گفت بهش گفتم آقا ممنون، شما کی هستی؟ گفت من امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالبم. گفت دست از پرده خانه کشیدم، دامن علی را گرفتم، گفتم آقا صاحب خانه تویی تویی. آیونه ای که برین مکه مکرمه، امیرالحاج بقیت الله العظم روحی له الفدا، هر سال مکه مکرمه است. این استقرت بکن نوا، اونجا وقتی دعای نوت بخاندی کنارشی، بغل دبغلشی، زانو به زانویشی. با اخوی رفته بودیم گفتیم که بیا یک کاری بکنیم، حتما جای پای امام زمان رو ببوسیم. گفت چجوری؟ گفتم خب دور خانه خدا که سخت نمیشه، هرچی فکر کردیم آقا یک جایی که امام زمان قدم گذاشته باشه، بدانی که حضرت همینجاست. آمدیم در یک مقداری که اندر یک قدم معمولی صلات زیگزاری مرتب پشت سر هم سعی بین صفا و مروه را میبوسیدیم، به چشمای خود میمانیدیم، میگفتیم اینجا جای قدم های امام زمان. کجا دارید خیلی خدا؟ یکی از زیباترین اعمال طواف، طواف دور خدا. فلسفهش را برد گفتم، گاهی دور سنگ میچرخی، گاهی امراه فرشته ها میچرخی، گاهی اونقدر میری بالا که از فرشته ها هم فاصله میگیری. آقا بالاترین ذکر موقع دعا چیست؟ یکی سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، تسبیحات اربع. اما یکی از زیباترین ذکرها دعای سلامتی امام زمان. اونایی که رفتند میدانند موقعی که ازدحام جمعیت تو را فشار میده، از قسمت حجر از قسمت حجر اسماعیل همینجور میایی، یک باره به یک منطقه میرسی، یک اتری حس میکنی، جمعیت باز میشه. اونجا مولد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و ناخودآگاه در اونجا یک باره فریاد همه بلند میشه اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن. خب برم، من میخوام وقت بیشتر استفاده بشه. آخ یکی از زیباها حجر الاسود، لمس حجر الاسود. برای چی حجر الاسود را لمس میکنیم؟ این سنگ بهشتی است. حجر الاسود خیلی داستانها داره، حالا من فرصت نیست به بعضی از داستانها اشاره کنم. سنگ بهشتی است. چرا من حجر الاسود را لمس میکنم؟ وهابی ها دیدیم که نسبت به خیلی چیزا حساس هم، اما در رابطه با حجرالاسود دیگه هیچ نمیتونن بگن، چون دیگه انقدر مشهور حجرالاسود که دیگه حتما و حتما و حتما انشاءالله وقتی رفتی سعی بکن این سنگ نازنین رو حس بکنی. اگرم پیرمرد یا پیرزن نمیتونه، از دور به همین جور رجاعت لمس بکنه، یا شده تو یک نفر نائب بگیر بگو تو رو از طرف ما لمس بکن، بوس بکن. برای چی شما سنگ حجر الاسود را لمس میکنی؟
علت لمس سنگ حجرالاسود بیعت با ذات اقدس الهی است. سنگ حجرالاسود را که میبوسی و لمس میکنی با خدا میخوای بیعت بکنی و پیمان ببندی و بگی خدایا با تو عهد بستم و پیمان میبندم. خب ها، یکی از زیباترین اعمال حج، من اینا را رد میشم که چون دیگه شاید فرصت نشه هم یک جلسه بیشتر نباشه، حیف از هر قسمت یک تیکه بگیم. یکی از زیباترین اعمال حج سعی بین صفا و مروه. من خودم به شخصی از همه بیشترین قسمت را دوستم و متاسفانه کم لطفترین مورد که حاجی ها عنایت کم دارن بحث سعی بین صفا و مروه. آنچنان حاجی ها در سعی بین صفا و مروه عجله دارن گویا گرد دنبال این هاست. من نمیدونم چه خبر، خسته میشن میدونن که زود بعد از او باید تقصیر بکنن برگردن هتل. امان از این هتل، امان از این خدایی برنامه‌ای که گاهی تمام ذهنیت های ما را مخدوش میکنه. آقا دیر بری غذا تمام میشه، تیشکال داری یک چند روز غذا نان و پنیر فقط بخوریم به پیر به پیغمبر. من نمیگم خاطری که باز آجی اسیب از این آب گلالود ماهی بگیره به همه شما نان و پنیر بده. منظور این نیست که مدیر کاروان وظیفه نداره، نه اتفاقا من از دوستان سوال کردم، خیلی هم راضی بودن واقعا از ایشان، خدا جزای خیر بده. نه، صحبت خود ماست. یک مقداری شتاب زده گاهی عمل میکن. آقای سعی بین صفا و مروه غوغاست، کولاک میکنه با انسان. سعی بین صفا و مروه دو کوهیه دیگه، در این دو کوه حاجی هفت مرتبه رفت تا آمد میکنه، میره میایه، یک قسمت هم حالت هر ولا و حالت نیمخیز نیمخیز میره. اینا همه حکمت داره. برای چی؟ میگه مهمان خانه خدا هنگام سعی بین صفا و مروه خود را همانند شخصی میبیند که در چقدر قشنگه که در آستانه سلطانی در تردد است و انتظار ملاقات با او را داره. هی راه میره میای، هی قدم میزنه، خدای راه میدی، خدای میپذیری، خدای بیام خدمت تو، خدای نیایم چی کار بکنم. میخوای اون خلوص خود را نشان بده. یک نکته. پس یک دلیل سعی بین صفا و مروه اینه، این قدم زدن ها بخاطر اذن گرفتن ها به محضر خود خدا برس. آقا خواهشم اینه، تقاضا میکنم سعی بین صفا و مروه را بسیار با کرامت بری، بسیار با آرامش بری، بسیار با ذکر بری، بسیار با تدبر بری. باز یک جمله دیگه از امام زین العابدینه، باز به شبلی فرمود، شبلی سعی بین صفا و مروه رفتی؟ عرض کرد بله ابن رسول الله. چرا؟ عرض کرد خب رفتم واجب. فرمود نرفتی، نفهمیدی. شما بفرمایید پسر پیغمبر، فرمود سعی بین صفا و مروه حرکت بین خوف و رجاست. هر قدم بر میداری آقا غوغا میشه اگر حاجی این کار رو بکنه. هر قدم برداشتی یاد گناهان خود بیار، خدایا چی کردم با تو. قدم دوم رو برداشتی دوباره یاد رحمت خدا بیار. الهی گر بدم اما تو خوبی، یقین دارم که ستار العیوبی. خیلی زیباست. یک نکته رو برات بگم، یک نکته، یک تأمل رو دیدی. اونایی که فکر میکنن گاهی راه میرن، و خودم گاهی همین عادت رو دارم، وقتی که فکر دقیق میخوایم بکنم از جا بلند میشم چند قدم این راه میرم راه میرم. دیدید موقعی که آدم ناراحت از خانه میزنه بیرون راه میره، این راه رفتن ها بخاطر چیه؟ بخاطر که تمرکز پیدا بکن. آقا سعی بین صفا و مروه راه رفتن در برابر عظمت پروردگار، هی خجلت و هی سر بالا کردن، خجل شدن، سر بلند کردن. خجلم از خودم و سرم بلند است از این که خدا این چون تو را داره. یک نکته را برات بگم، آقا برای چی حاجی وقتی که از حج میای مثل اینه که از مادر متولد میشه؟ علتش چیه؟ چرا اعمال دیگه اینجوری و این حالات را نداره؟ چرا حج این حالت را داره؟ به خاطر که حج هر لحظه حاجی را کاملا
میتناند و میپیچاند و کاملا در هم و بر همش میکنه. لحظه و لحظه یک برنامه براجی داره. این یک آتشی که چطور گداخته میکنی یک آهن رو، هرچ آتشی است که آجیر لحظه و لحظه گداخته میکنی. اما وقوف در سرزمین عرفات، به 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 به، یکی از زیباترین اعمال حج. من تقاضا میکنم از آجی اسیب و مسئولین هیئتی که انشاءالله میرن و کاروان، تقاضا میکنم خصوصا در رابطه با عرفات، لحظه حرکتتان را از مکه درست دقت کنین، درست برنامه ریزی بکنین که چه زمان به شما داده باشه حرکت به سمت عرفات، چون بسیار ترافیک و شلوغی زیاده. گاهی بعضی از مدیران کاروان ها یک مقدار کم لطفی میکنن، حاجی ها رو دیرتر حرکت میدن و حاجی خسته و با همه بیخوابی ها میرسه اونجا و تمام اعمالش، نه اینکه باطل شد، بس و بطلان نیست، او حالات رو از دست میده. آب خدا بود وقوف در عرفات خیلی زیاد. لحظه ای که میری سری خواهشن از چادر خود بزن بیرون، برو یک گوشه بینشین یا پای جبل الرحمه برو، او جایی که حسین ابن علی ناله زد و غوغا زد، الحمدلله الذی لیس لقضائه کافه. چی جملاتی داره حسین ابن علی در دعای عرفه. اللهم اجعل غنای فی نفسی. به جملات امام حسین رو نگاه بکن. اللهم اجعل غنای فی نفسی والیقین فی قلبی والشوق میکنه والاخلاص فی عملی والنور فی بصری والبصیرة فی دینی. اینقدر اوج مناجات در عرفه است. گفت لحظه ای که حسین ابن علی داشت این جملات میگفت، من مطالب مانده روزه نمیخوانم اما وسطش خوبه، این دل را کمی حوالی صحرای عرفات ببری درست او جایی که ارباب ناله میزد. الیوم که امروز عرفات است و منایم، الیوم که امروز ندانم به کجایم، اینجا عرفات است و کجا کجا، جایی که وقتی ارباب ناله میزد کنارش سکینه بود، زینب بود، ابوالفضل بود. اونقدر زیبا در این دعا با خدا راز و نیاز داره. لا اله الا انت. ببینید سبحانك انی کنت من الظالمین. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من المجرمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من المهللين. تمرس ابو جایی که میگه خدایا به وحدانیت تو شهادت میدم. عجیبه عجیبه، یکی از جایی که حسین میگه اون جای بدن به وحدانیت تو شهادت میده، اونه که میگه رگهای من، تمام این رگها میگن خدا. گویا حسین پیشبینی کرده بود همون رگهایی که به واقع شهادت داد بر وحدانیت خدا. حاجی وقتی عرفات، عرفات یعنی چی؟ عرفات یعنی به شناخت رسیدن. عرفه شناخت، به شناخت رسیدن. وقتی میری سر خاک مینشینی، صورت روی خاک میگذاری، خاکی که
به گریه های امام زمان تر شده. اما عجیبه، داری با خدا حال میکنی. حیف محمدی قسمت را نگر، باز بعد از این ادامه میدن. داری با خدا زمزمه میکنی، داری با خدا حرف میزنی، داری با خدا درد دل میکنی، اما یک بار یک صدایی با همه وجودت میشنوی. او صدا اینه، صدای خدا با تو حرف میزنه، میگه حاجی من، مهمان من، خیلی دوستت دارم، آمدی در خانه خودم، اما عزیز دلم، بنده گلم، اینه بدان اول یک نگاه به زائرین حسینم میکنم، بعدش یک نگاه به تو. چی کرده امام حسین به خدا با خدا؟ اول نگاه خدا در او صحرای عرفات به سمت کربلا است، بعدش به سمت شما. خیلی قدر اون لحظه را بدون. عرفات روز تصمیم گیری های بزرگ، خیلی ساعتتان در عرفات کمه. تصمیم بگیر با خدا، عهد ببند، قول بده، توبه کن. عرفات که تمام شد، از قشنگترین جاهایی که حاجی به اوج پرواز میرسه، مزدلفه است، مشعره، و هر وقت یاد مشعر میفته تمام بدنم میمرد. مشعر خیلی عجیبه. مشعر یعنی به شعور رسیدن. اینجا نگاه بکنید، دقت بکنید، به دستم توجه بکنید. حاجی وقتی که وارد حرم میشه، حرم محدوده مکه مکرمه مشخص، از مسجد تنعیم که میری حرم تو محدوده ها مشخص شده حرمه. اما یک بار حاجی مهمان خداست. حرم یعنی محل امن خدا، یعنی مهمان خدا. اینجا دقت کن، ایره میگم در مزدلفه که رفتی در مشهد، خرجش کن اونجا. توجه فوق العاده است. دستان استادم آیت الله جوادی آمده رو میبوسم که به زیبایی در صحبای حج این رو توضیح میده، و برای ما همیشه این رو از مشافعتن میگفت و توضیح میداد. حاجی وقتی در مکه مکرمه است و در آغوش خداست و در خانه خداست و در حرم، یک بار حاجی رو مندازن بیرون. های چه خبره؟ مهمانی بسه، پاشو برو. کجا؟ عرفات. حاجی از خانه خدا میره بیرون، اونم در بیابان میره، در عرفات. عرفات جز خانه خدا نیست، جز حرم نیست. البته بعضی از مراجع تازگی فتوا دادن، ولی اکثرا میگن در حرم نیست. میره بیرون. یادت گفتم چرا حاجی از مثل اینه که از مادر متولد بشه؟ چون هی زوب میشه، هی آب میشه، هی لحظه به لحظه خود رو پالایش میده. حاجی وقتی که عرفات رفت، از حرم بیرون رفت، دقت کنید، یکی از رازهای قشنگ مناسک حج، وقتی از وارد عرفات شد، دلش مشکنه، فقط اشک است و گریه، خدای از حرم انداختی من رو بیرون. دوباره خدا میگه حالا برگرد، برگرد. وقتی میخوای برگردی، دروازه ورود به حرم مشعره، مزدلفه. مزدلفه دروازه ورود به حرمه. اونجا حاجی که آمد در میزنه. مزدلفه جای در زدنه. خدا اجازه میدی دوباره برگردم وارد حرم بشم. مرز حرم مناست. خدا اجازه میدی وارد حرم بشم. دقت کنید، یک چیز رو میگم اونجا یادت بمونه. استاد مولانا جوادی اون یک روایت رو نقل میکنه، میگه مزدلفه، اونه که رفتن میدونن، مزدلفه یک بیابانه، اطرافش کوه. حتی اگر دقت کرده باشی، حاجی از همونجا خود رو مسلح میکنن، سنگهای جنگ با شیطان رو از مزدلفه جمع میکنن. خب بیابان، یک دشت، اطراف دشت کوه. روایت چقدر زیباست از زبان استاد عزیز آیت الله جوادی آمونی. روایت اینه، به محضی که حاجی
وارد مزدلفه شد، از جانب خدا به حیوانات مزدلفه، حیوانات ریزترینشان خطاب میرسه به حیوانات، برید به کوها، پناه ببرید به کوها. خدایا چه خبره؟ میهمانان من امشب وارد اینجا خواهند شد. خیلی عجیب، شاید عجیب ترین جای رسیدن به خدا مزدلفه است، چون مزدلفه دیگه چادر نیست. عرفات چادر موقت میزنن، منا چادرهای درست میزنن، مزدلفه هیچ فهمیده نمیشه کی رئیس جمهوره، کی آیت الله العظماست، کی آدم معمولیست، کی عالمه، کی جاهل. همه روی خواب، فقط روی خواب، هیچی نیست، فقط روی خواب. چون روی خواکه، لذا اگر دقت کنید در اونجا حتی پشه نمیزنه، خیلی حرفه. دستور خداوند صادر میشه، برید برید که مهمانان من وارد میشن. بعد استاد ما میفرمون تا زمانی که مهمان ها هستن هیچ حیوانی نیست، و مردی که مهمان ها رفتن دوباره حیوانات برمیگردن به خانه های خودمون، خانه های شده بده خیره برمیگرد. و اون لحظه ایست که در مزدلفه خیلی باید حالت منقلب باشه. مزدلفه لحظه وقوفش کمه، شاید به دو ساعت بیشتر نرسه. منتها خب قشنگی کار اینه که حاجی ها به مدیریت مدیر کاروان بستگی داره، حاجی ها زودتر راه بیفتن، زودتر حرکت بکنن که شب را کلن در مزدلفه بمانند و طلوع آفتاب شده از مزدلفه حرکت بکنن. و این فوق العاده زیباست. خب اینم سخن آیت الله جوادی آمونی که نوشتم، حتی حیوانات به دستور خدا به کوههای اطراف میروند، زیرا خداوند مهمانان بزرگی داره. قربانی در منا، وقوف در منا، چقدر جملات قشنگی از ابن عباس. ابن عباس خطاب به منا میگه منا تو مانند مادری هستی که آغوش خود را باز میکنی و حاجی‌ها را در بغل سه روز مهمان میکنی. هرچی حاجی بیشتر میشه آغوش منا بازتر میشه. معجزه است به خدا، بره نگاه بکنه، معجزه است. سه روز حاجی در منا میمونه و سه روز خدا به زیبایی از حاجی پذیرایی میکنه. من خسته شده صحبتم را کم میکنم و کوتاه میکنم. در منا یکی از بزرگترین اعمال قربانی دادن است. تو قربانی میدی در منا به خاطر این که میخوای نفست را قربانی. این قربانی کردن در منا نشانه قربانی نفس. لذا انسان در مناست که از احرام خارج میشه. و یک نکته، اونه که نرفتن یادشان بمانه، یک نکته اونه که نرفتن انشاءالله عازم میشن یادشان بمانه. کجا حاجی احساس سبکی میکنه؟ احساس شعف، احساس آرامش میکنه. زمانی که در منا قربانی رو کرد، احرام رو برداشت و سر خود را حلق کرد، تراشید، آنچنان این حاجی احساس کرامت میکنه، احساس سرمایه داری میکنه، فکر میکنه سرمایه دار، آرام میشه. و این آرامش تا لحظه که گناه به سمت حاجی نیاید ادامه داره. تا کی؟ تا 80 سال. چه کنیم که سریع این اثرات نابود میکنه. و یکی دیگر از زیبایی ها رمی جمرات، که در رمی جمرات هم حاجی با شیطان مبارزه میکنه و شیطان را سنگ میزنه. خب اونجا در حقیقت هم نوا شدن با حضرت ابراهیم خلیله که به شیطان سنگ زد و اجازه نداد که در کار ابراهیم خلل ایجاد بکنه. خب بس است دیگر. امیدوارم که انشاءالله شمایی که مشرف میشید در این فریضه بزرگ الهی، اونجا که رفتید یادتان بماند که همراه با بقیت الله العظم روحی لطفدا هستید. چون روایت از ائمه صلوات الله علیهم اجمعین که در مراسم حج حضرت بقیت الله حاضر میشه. خب سخن از حسین ابن علی شد و یک عرض توسل و از همه التماس دعا. السلام عليك يا مظلوم.
یا ابا عبدالله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا حسين ابن علي خون خدا مشتری بگید بلند گره یک گوشت درست کنم ای حسین ابن علی چراغ عشق مصباح الهدى آقا دارن این سفره را جمع میکنن ماه رمضان با تمام زیبایی ها تمام شد آقا اگه شما دست ما رو نگیرید کجا بریم عزیز دل زهران آقا این روزها جوری گریه کن که گویا عزیزی رو داری از دست میدی چه عزیزی بالاتر از ماه رمضان ای که نامت زینت قلب همه آقا ای که قلب همست مجلس بزم تو جای فاطمه مولا افتخار من عزیز دل زهران مثل همون غلام ابوذر غفاری که وقتی وارد میدان کربلا شد سپر از بدن کند سینه را چات کند یک جمله گفت صدا زد من غلام حسینم آقا شیعه ای هستم که مولایم تویی نوکری هستم که آقایم تویی عشق تو مولا مرا پاینده کرد کجا برم کدام در خانه کدام شهید کربلا را بزنم اما رفت دلم به سمت جوان رعنای حسین علی اکبر آمد کنار پدر بابا
دیدی منم برم. در مقاتل نوشتن ابی عبدالله برای هر کسی یک بهانه می آورد، اما تا علی گفت اجازه میدی بابا برم یا نه، صدا زد برو عزیز دلم. اما یک خواهش دارم. چیه؟ یک بار برو خیمه از این بچه ها خداحافظی کن. اکبر برگشت، خانم ها بچه ها اطراف اکبر حلقه زدن. اکبر مرم، اکبر مرم، ای شبه پلی خمبر مرم. دید نیامد، اکبرش رفت، دست اکبر گرفت. رها کنید اکبرم عاشق یارم. اما اکبرم چند قدم راه برو، راه رفتن و قدم در قدم تو را ببینم. نمیدانم حسین چرا چنین خواهشی را کرد، اما بعضی ها نوشتن چون خیلی شبیه پیغمبر خدا بوده، از راه رفتنم شبیه مادرش زهرا بوده. اکبرم راه جنگ نمایانی کرد. علی اکبر یا صاحب الزمان، این قسمت روزه علی اکبر قلب امام زمان را آتش میزنه. یک وقت وسط جنگ دیدن علی برگشت، آمد کنار بابا. پسرم چرا برگشتی؟ صدا زد یا ابتا العطش قد قتلنی. بابا جیگرم داره میسوزه، بابا تشنگی داره منو از پا میاندازه. چی میتونه بگه پدر؟ فقط یک کاری کرد، علی اکبر از خجالت سر و انداخت پایین. صدا زد پسرم بیا. آمد این لبهای خشک به لبهای علی گذاشت. مگه نمیبینی بابا تشنه تر از تو؟ مگه یادت رفته تمام سهمیای خودمم به بچه ها داده؟ برگش امان 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 امان. یک وقت دیدن فریاد اکبر بلند شد. آه اسبای عرب ها رسم داره، وقتی صاحب اینها در جنگ دست ها را می اندازن رو دوش اسب ها، این اسب ها صاحب را از معرکه بیرون می کشن، به سمت پشت جنگ هدایت میکنه. آنقدر علی خونی شده و خون آلود و زخم گرفته، خودش انداخت رو اسب، خونها مقابل صورت اسب گرفت. به جایی که به سمت خیمه برگرده، به سمت قلب دشمن رفت. هر کسی هر چی داشت هوا خورشید بود و جانب مغرب روانه شد. او قطره بود و بحر شد و بیکرانه شد. فقط اشاره بکنم و تمام، آتش میزنه به انسان این بند شعر. آینه بود و آینه بود، وقتی امام حسین بهش نگاه میکرد یاد پیغمبر میافتاد. آینه بود و خود شد و بر زمین فتاد. تسبیح بود و پاره شد و دانه دانه شد. صلی الله علیه.
آن رسول الله رو به قبله بنشین. بسم الله العظيم.